آدم مغرور از کتاب مجموعه آثار چخوف با ترجمه سروش استفانیان بشنوی دادن. این ماجرا در جشن عروسی تاجری موسوم به سنریلوف اتفاق افتاد ندورزوف جوانی بلند قامت با چشمهای ورگلوم بیده و کله از تحت راشیده و فراک دو که ساقدوش و عروس داماد بود در جمع دختران جوان ایستاده بود و داده سخن میداد زن باید زیبا باشه ولی مرد اگرم خوشتیب نبود غمی نیست چیزی که ارزش او رو بالا میبره شعور و تحصیلاتشه و الا قیافه خوش رو بذار در کوزه و آبش رو بخور یه مرد خوش بر رو اگه مغزش از علم و شعور خالی باشه به یه پول میارزه. نمیارزه راستش بخواید من از مردای خوش قیافه خوشم نمیاد و آنگاه به زبان فرانسوی گفت اوف در این میاد یکی گفت البته کسی که قیافه جالبی نداشته باشه باید هم از این حرفا بزنه ولی مردی رو که تو اون اتاق نشسته و از اینجا پیداست تماشا کنید اینو بهش میگن مرد خوش قیافه فقط حالت چشماش به هر چی بگید میارزه نگاش کنید الحق که خوش تیپ. ایشون کی باشن؟ ساغدوش نظری به اتاق مجاور افکن و پوسخند زد آنجا مردی گندمگون و خوشمنظر و سیاه چشم روی مبلی لمیده بود. پا روی پا انداخته بود و با زنجیر ساعتش بازی میکرد کرد. چشمها را تنگ کرده و نگاه آکنده از نخوتش را به مهمانها دوخته بود. پوزخندی بر گوشه لبهایش پدید و ناپدید میشد شد. گفت چیز به خصوصی درش نمیبینم هی hey, نه حتی میشه گفت که ریختش چنگی به دل نمیزنه زنه. بیافش حالت ای داره. گردنشو رو تماشا کنید. سیبکی داره قد دوزرانیم. و پاسخ شنید که با این همه خیلی تو دل بروه. ساغدوش گفت به نظر شما خوشتیپه ولی به عقیده من نه. وانگه اگرم خوش قیافه باشه حتما بیشعور و بیثباته. راسته ایشون کی باشن؟ و جواب شنید نمیشنسن. به قیافش نمیاد از سمت تجار باشه. ساغدوش گفت هم، حاضرم شرط ببندم که احمقه. ببینید پاشو چجوری تاب میده. حال آدم به هم میزنه حالا از کارش سر در میارم رفتم پی کشفیات حالا بر میگردم آنگاه تک کرد جسورانه به اتاق مجاور رفت در برابر مرد گندمگون ایستاد یک بار دیگر سرفه کرد لحظه ای به فکر فرو رفت و پرسید حالتون چطوره؟ مرد سراپای او را برانداز کرد پوسخندی زد و با بیمیلی جواب داد ای بدک نیستم ساقدوش گفت چرا بدک؟ آدم باید همیشه پیش بره مرد گفت چرا حتما پیش؟ ساقدوش گفت همینطوری گفتم این روزا همه چی پیش میره هم برق هم تلگراف هم تلیفون بله مثلا خود پیشرفت رو بگیریم خود این کلمه چه معنی میده؟ معنیش اینه که هر کسی باید پیش بره پس شما پیش برید مرد دوباره خم زد و پرسید میفرمایید الان کجا پیش برم؟ ساقدوش جواب داد مگه قحطی جا وجود داره آدم اگه دلش بخواد جا زیاده مثلا تشریف ببرید دم بوفه ها گپی میزنی مرد گفت چرا که نه ساقدوش و مرد گندمگون به طرف بوفه رفتند پیشخدمتی با سر از تحت راشیده که فراک به و کراوات سفیدی پر از انواع لکه زده بود برای آن دو آب پرتغال یاورد پس از آنکه نوشیدنی را سر کشیدند ساقدوش گفت آب بدی نبود حالا دیگه با هم آشنا شدیم و میشه گفت که شونه به شونه هم راه میریم. مرد گفت حالا غلطه. باید گفت حالا. هنوز بلد نیستید درست حرف بزنید ولی راجع به تلفن ازار لحیه میکنید. من اگه به اندازه شما بی بودم زبونم رو گاز میگرفتم و خودم رو رسوای خاص آم نمی کردم. حالا حالا. <تصفح> ساقدوش که آشکارا رنجیده خاطر شده بود گفت اینکه خنده نداشت مزه شوخی اینجوری حرف میزدم و الا لازم نیست نیچه خودتون رو باز کنید خوش ندارم نیچه آدم باز باشه راستی شما کی هستید با دامان نسبت دارید یا با عروس مرد در جواب ساقدوش با آرامش جواب داد به شما مربوط نیست ساقدوش گفت اسم و رسمتون چیه مرد باز هم گفت گفتم به شما مربوط نیست من اونقدر بیشعور نیستم که خودم به هر ره گذری معرفی کنم. من اونقدر غرور دارم که به آدمایی مثل شما زیاد مشهور نشم. من نسبت به شما و امثال شما کم اعتنا هستم. ساقدوش گفت آقا رو باش. پس نمیخواید اسم و رسمتون رو بگید ها؟ مرد جواب داد نه مایل نیستم. اگه بنا باشه خودم به هر کل پوکی معرفی کنم زبونم مو در میاره. در زن من آدمی هستم اونقدر مغرور که شما و امثال شما را در حد پیش قدمت می دونم. بی ها. ساقدوش گفت آقا رو باش. نجیب زاده رو باش. الان روشن می کنم که تو اون پیشه کدوم تیارتی ساقدوش چانه خود را بالا گرفت و به سمت داماد چتافت. آقا داماد با لپای گلگون کنار عروس خانم نشسته بود و پلک میزد و در حالی که با سر به طرف مرد گندمگون اشاره میکرد پرسید نیکیشا اسم اون آرتیسته چیه؟ داماد سری به علامت نفی تکان داد و گفت نمیشناسمش باش آشنایی ندارم رابط پدرم دعوتش کرده برو از بابام بپرس ساقدوش گفت بابات کی جواب درست و حسابی داده که بار دومش باشه حافظش هم درست کار نمیکنه توی این شلوغی و هیجانی که داره و احتمالا مثل یه و وحشی خورناسه میکشه سپس رو کرد به عروس خانم و پرسید شما چطور یارو رو میشناسین عروس خانم نیز جواب منفی داد ساغدوش شانه های خود را بالا انداخت و درباره هویت مرد گندمگون از مهمان ها پرسجو آغاز کرد. هیچ کسی او را نمی به این ترتیب ساغدوش نتیجه گرفت. لابد یکی از همون انگل هایی که بیدعوت و علف چریدن میان بسیار خوب. از سائه حلا رو بهش حالی می کنم. پس به طرف مرد گندمگون رفت. دست به کمر زد و پرسید. ببینم شما کارت دعوت داری؟ لطفا نشونم بدید. مرد گفت من اونقدر غرور دارم که کارت دعوتم رو به هر کسی نشون ندم اصلا چرا دست از سر کچنم ور نمیداریم؟ جواب داد معلوم میشه کارت دعوت ندارین و اگه نداشته باشید معنیش اینه که یه انگل یا آدم عوضی و حقه بازی هستید حالا یعنی حالا دستگیرم شد کی دعوتتون کرده و اسم و رسمتون چیه؟ شما آدم حقه بازی هستید همین مرد گفت این حرفها رو اگه از یه آدم باشور و حسابی شنیده بودم دک و پوزشو خورد میکردم. اما جواب ابلهان خاموشیه. ساقدوش همه اتاقهای خانه را شتابان زیر پا گذاشت. پنجش نفر از دوستان خود را جمع کرد و به اتفاق آنها نزد مرد گندمگون بازگشت و گفت حضرت آقا اجازه بفرمایید کار دعوتتون رو ملاحظه کنیم مرد جواب داد خوش ندارم نشونش بدم دست از سرم بردارید وگرنه نه گفت خوش ندارین پس بدون کارت تشریف بردین ها چه کسی این حقا به شما داده ها بفرمایید بیرون بفرمایید حق باز عوضی انگل تمنا میکنید تشریف ببرید بیرون و از همین پله ها و دوستانش زیر بغل مرد گندمگون را گرفتند و او را کشان کشان به طرف پله ها بردند مهمان ها هم همه کردند مرد گندمگون نیز با صدای رسا از بینزاکتی آنان و غرور خود سخن گفت. ساقدوش در حالی که پیروزمندانه او را به سمت در خروجی میران میگفت بفرمایید آقا تمنا میکنیم. جناب خوشتیب تمنا میکنیم. امثال شما خوشگی خوب میشنسیم. در آستانه در خروجی پالتو مرد گندمگون را تنش کردند، کلاهش را بر سرش گذاشتند و به طرف پله ها هلش دادند. با احساس وجد و غرور پوسخندی زد و دست مزین به انگشترش را چندین بار با پس گردن مرد آشنا کرد. مرد گندمگون تلو تلو خورد به پشت بر زمین افتاد و از پله فرو غلتید ساغدوش پیروزمندانه بانگ زد. دست حق هم رات. سلام را به همگی برسون. مرد به پایین پلا که رسید به پا خواست. گرد و خاک پالتو را تکان داد. سر را بالا گرفت و گفت رفتار آدم احمد احمق باید هم احمقانه باشه. من اونقدر غرور دارم که احساس حقارت نکنم. حالا بیایید پایین تا سورچیم منو به شما معرفی کنه. بفرمایید پایین. و چندین بار با خش فریاد زد که بفرمایید پایین. بفرمایید پایین تا سورچیم منو به شما معرفی کنه. بفرمایید پایین. آنگاه رو به سمت کوچه بانگ زد. گری گری. میمان ها همه رفتن پایین. لحظه ای بعد مرد کارسکچی هم از کوچه رسید. مرد گندمگون رو کرد به او و گفت گریگوری من کی هستم؟ گریگوری جواب داد شما قربان؟ ارباب سیمیون پانتلیچ؟ سیمیون پانتلیچ دوباره پرسید چه عنوانی دارم؟ و این عنوان رو بابت چه گرفتم؟ گریگوری جواب داد عنوانتون شهروند افتخاری قربان و به خاطر تحصیلات و علمتون گرفتید. سیمیون پانتلیچ دوباره پرسید و کجا کار میکنم و شغلم چیه؟ گریگوری جواب داد شما قربان تو کارخونه پادشچیوکین تاجر در قسمت مهندسی کار میکنید و سه هزار روب مواجب میگیرید. سیمیون پانتلیچ فریاد زد. حالا فهمیدید من کی هستم؟ اینم کارت دعوتم. من آقای سینگریلوف، پدر داماد که حالا آنچنان هیجان زده و ذوق زده است که حافظش را از دست داده انگار دعوت کرده. ساغدوش با استراب و دستباچگی گفت مرد حسابی عزیز دلم چرا اینو قبلا نگفتی سیمیون پانتل گفت من آدم مغروری هستم خودخواهم خدافز ساقدوش با اصرار گفت نه نه محاله بذاریم سب کن برادر برگرد سیمیون پانتل ایج. حالا دستگیریمون شده که تو کی هستی برگرد که به علم و تحصیلاتت افتخار کنم و تو رو به مهمونا معرفی کنم تا از ته دل برای دست بزنند و هورا بکشن مرد مغرور اخم کرد و از پله ها بالا رفت دقایقی بعد در بوفه ایستاده بود و در حالی که لیوان آب معدنی می نوشید توضیح می داد در دنیای ما آدم اگر غرور نداشته باشه روزگار سیاهه من که شخصا محاله در مقابل کسی سرخم کنم تسلیم اهدی نمیشم برای خودم ارزش قائلم در از صورت شما بیشورا این حرفا حالیتون نیست اندو با ترجمه سروج استفانیان و تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی خواهش میکنم بشنوید گرگومیش غروب است برفدانه های درشت آبدار به گرد فانوس که دمی پیش روشنشان کردند با نیمی چرخند و همچون پوششی نازک و نرم روی شیروانی ها و پشت ها و بر شانه ها و کلاه های ره گذران می نشیند. ایونا پتاپوف سورچی سراپا سفید گشته و به شبه می ماند. تا جایی که یک آدم زنده بتواند تا شود پشت خم کرده و بی حرکت در جای خود نشسته است. چون این به نظر می رسد که اگر تلی از برفم روی او بیفتد باز لازم نخواهد تکانی بخورد و برف را رو از روی خود بتکاند. اصل لاغر مردنیش هم سفید پوش و بی حرکت است. حیوان بینوا با آرامش و سکون خود و با استخوانهای برامده و با پاهای کشیده چون چوب خرد از نزدیک به اسب قندی سناری می ماند. ایونا و اسب نعیفش مدتی است که همانجا بی حرکت ماندند. از پیش از زرگ که از استب در آمدند هنوز یک پاپاسی داشت نکردند و اکنون تاریکی شب پرده خود را رفته رفته بر شهر می گستراند. فروغ بیرمق فانوس های خیابان جای خود را به رنگ های زنده می دهد و حیاهوی آمده شد جمعیت رو به فزونی می نهد. در همین هنگام صدایی به گوش ایونا می رسد. سورچی، محله ویبرگسکویه ایونا یکی می و از لای مجگان و پلکای برفوش خود نگاهش به یک نظامی شنل پوش می افتد. مرد نظامی تکرار می کند. گفتم برو به ویبورگسکویه مگه خوابی را بیفت ایونا از سر اطاعت تکانی به مهار اسب میدهد تکه های برف از پشت حیوان و از شانه های خود او فرو میریزد مرد نظامی سوار سورتمه می شود. هنوز چند دقیقه از حرکت سورتمه نگذشته است که از میان انبوه تیر رنگ آدم هایی که ازدهام کنان در آمدو شد هستند فریادایی به گوش ایونا می هی! Hey, مگه کوری؟ کجا میای غول جنگلی بگی سمت راسته مرد نظامی نیز با لحنی آمیخته به خشم میگوید مگه بلد نیستی سوپ برونی بگی سمت راسته سورچی یک کالسکه به ایونا فوش میدهد و رهگذاری که ضمن عبور از خیابان شامهش به پوزه اصل ایونا خورده با های آکنده از خشم نگاهش میکند و برف از آستین خود میتکاند ایونا که گویی روی سوزن نشسته است یک بند وول میخورد و آرنجایش را کمی بلند میکند و چشمایش را دیوانوار به این سوانسو آنسو میگرداند انگار نمیفهمد کجاست و از چه رو آنجاست مرد نظامی ریشخند کنان میگوید چه آدمایی رزلی هی سعی میکنند با تو درگیر بشن یا زیر پاهای اسبت بیفتن پیداست با هم تبانی کردن سر به سرت بذارن ایونا به طرف او میچرخد و نگاهش میکند و لبهای خود را میجنباند از قرار معلوم میخواهد چیزی به او بگوید اما جز کلمات نامفهوم سخنی از دهانش خارج نمیشود مرد نظامی میپرسد چی گفتی ایونا دهان خود را به لبخندی کج میکند به هنجرهاش فشار میآورد و با صدایی گرفته میگوید پسرم ارباب پسرم چند روز پیش مرد مرد نظامی میگوید گوید؟ هم، چطور شد مرد ایونا همه بالاتنه خود را به سمت او میگرداند و جواب میدهد خدا میدونه باید از تب نوبه مرده باشه سه روز تو مریض خونه خوابید بعدش مرد خاص خدا بود از میان تاریکی صدایی به گوش میرسد شیطون لعنتی رو برگردون جلو را نگاه کن مگه کوری چشماتو واکن مرد نظامی میگوید تونتر برو اینطوری تا فردام به مقصد نمیرسیم اصل ای کن ایونا بار دیگر گردن میکشد و اندکی نیمخیز میشود و شلاقش را موقرانه به حرکت در میآورد سپس سر خود را چندین بار دیگر به سمت افسر برمیگرداند و نگاهش میکند اما مسافر نظامی پلک بر هم نهاده و پیداست که حال و حوصله شنیدن حرفهای او را ندارد ایونا پس از آنکه مسافر خود را در ویبورگسکوی پیاده میکند سرتمه را روبروی رستوران نگه میدارد و پشت خم می کند و بی حرکت می نشیند و برف آبدار بار دیگر او و اسبش را سفید پوش می کند. ساعتی می و ساعتی دیگر. سه مرد جوان در حالی که پاهای گالش پوششان را محکم به سنگفش پیادهرو پیاده و به هم دشنام می دهند به طرف سورتمه می آید. از آنها بلند قد و لاغرندامند اما سومی کوتاه قامت و گوش پشت است آنکه گوش پشت است با صدایی که به جرینگ جرینگ شیشه میماند با میزند سورتمه برو سر پل شهربانی سه نفر 20 کپک ایونا افسار اسب را تکان میدهد و موچ میکشد این همه راه و فقط بیسکوپک؟ کپک با این حال حوصله ندارد چانه بزند امروز از نظر او یک روبل با بیسکوپک هیچ تفاوت نمیکند فقط کافیس مسافری داشته باشد جوانها تن زنان و ناسزاگویان سوار سرطمه می شدند و به طرف نشیمن یورش می برند. مشاجرشان بر سر این است که کدام دو نفر بنشینند و کی سر پا بیستند. سرانجام بعد از دقایقی کلنجار و اوقات تلخی توافق می کنند که جوان گوش پشت به سبب قد کوتاهش بیستد و دو دوستش روی نشیمن بنشینند. جوان گوش پشت نفس خود را به پشت گردن ایونا می و با صدای زنگدارش فریاد می کشد بزن بریم عجب کلهایی داری داداش تمام پترزبورگ و زیر پا بذاری کلایی بدتر از این پیدا نمی کنی ایونا خندهکنان جواب میدهد. <applause> همینو دارم جوان میگوید. گوید همینو دارم تونتر برو اگه آیسته بری مجبور میشم یه پس کردنی یه جانانه مهمونت کنم چطوره؟ یکی از قد درازا سرم داره می تره که قدراز دیگر با عصبانیت میگوید من نمیفهمم آدم چرا باید دروغ بگه تو داری مثل سگ چخام میکنی اولی جواب میدهد به خدا دروغ نمیگم دومی میگوید همونقدر دروغ گفتی که مثلا گفته باشی شپیش سرفه میکنه ایونا با استفاده از سکوت کوتاهی که با می میشود به آنسه مینگرد و زیر لب منمن کنن میگوید این هفته پسرم پسر جوونم مرد جوان گوش پشت آه میکشد و به دنبال لب لبهای خود را پاک میکند و میگوید هممون میمیریم خب حالا تندتر برو آیان این یارو خلق من تنگ میکنه اینطور که میره کی به مقصد میرسیم یکی از دوستانش جواب میدهد اینکه کاری نداره حالش جا بیار یه پس گردنی مهمونش کن جوان گوشپش میگوید پیر تاونی شنیدی چی گفتن گردن تو میشکنم با سورچی جماعت تاروف بی تاروف. آقای ماره زنگی با تو هم میشنوی نکنه حرفای منو باید هوا حساب میکنی و ایونا صدای پس کردنی را حس می کند نه خود پس کردنی را خنده کنان می گوید <applause> شاد و شنگولی خدا شما را حفظ کنه یکی <applause> از قدرازا می‌پرسد، می ببینم زن داری یا مجردی؟ ایونا جواب می دهد اربابای شاد و شنگول حالا دیگه یه زن دارم اونم خاک سیاهه منظورم گوره پسرم مرد و من هنوز زنده هم. خیلی عجیبه اسرائیل راشو گم کرده به جای اینکه سراغ من بیاد رفت سراغ پسرم آنگاه بر میگردد طرف مسافرها تا چگونگی مرگ فرزندش را حکایت کند اما در همین موقع جوانک گوش پشت نفس راحتی میکشد و خبر میدهد خدا را شکر بالاخره رسیدی. ایونا سکه بیسکوپکی را میگیرد و تا مدتی دراز به دهلیز ساختمانی که سه جوان و عیاش در تاریکی آن ناپدید شده بودند چشم میدوزد باز تنهاست سکوت بار دیگر وجودش را پر می کند اندویی که لحظه ای ناپدید شده بود دوباره پدیدار می شود و بیش از پیش بر قلبش سنگینی می کند. نگاه نگران و پردردش روی انبوه جمعیتی که در پیاده روها رفت آمد می کند می لبزد. از میان هزاران نفری که در خیابانهای شهر در رفت آمدند، آیا یک نفر هم پیدا نمی شود که به درد دل او گوش دهد؟ اما آدمها به شتاب می گذرند بیان که به او و اندوهش اعتنا کند. اندوه گران، اندوهی که به بینایت می مانند. اگر سینهش را بشکافند و اندوهش راه خروج بیابد، ای بسا سراسر دنیا را در بر بگیرد. با وجود این، اندوه ناپیدا، اندویس است که در پوسته ای کوچک چنان نهان شده است که حتی در روز روشن هم با چراغ نمی شود رویتش کرد. نگاه ایونا به دربان خانه ای می افتد که کیسه کوچکی در دست دارد. تصمیم می گیرد با او هم صحبت شود. پس می گوید ساعت چنده برادر؟ دربان جواب می دهد اینجا ترقف نکن برو جلوتر. سورتمر چند قدمی به جلو می رند. پشت خم می کند و خیشتن را به دست اندوه می سپارد. اکنون می داند که نمی تواند با آدم ها باب گفتگو بکشاید. اما هنوز پنج دقیقه نمی گذارد که قد راست می کند و سرش را طوری می باند که انگار سردرد شدیدی دارد و مهار اسب را تکان می داند. با خود فکر می کند باید به کاروان سرا برگردم و اسب تکیدهش انگار که به اندیشه او پی برده باشد یورتمه می رود. حدود یک ساعت و نیم بعد ایونا پای بخاری بزرگ و کسیفی نشسته است. روی سکوی بخاری و بر کف اتاق و روی نیمکت ها ادهی خوابیدند و صدای خروپوفشان بلند است. سورچه جوانی از گوشه سر بلند می کند و خواب آلوده و نفس نفس دست خود را به طرف سطل آب دراز می کند. ایونا می پرسد می آب بخوری؟ جوان جواب می آره معلومه که آب می خواه. ایونا میگوید خب بخور نوش جونت گوارای وجودت آره برادر همین هفته ای که گذشت پسرم مرد شنیدی چی گفتم هفته گذشته توی مریض خونه داستانی بود ایونا به سورچی جوان مینگرد تا مگر تأثیر سخنان خود را مشاهده کند اما در ریافه مرد جوان کوچکترین تغییری پدیدار نمی شود. جوانک رواندازش را بر سر می کشد و بار دیگر به خواب می رود. ایونای پیر آه می کشد و تن خود را می همانقدر همان وقت که سورچی جوان احتیاج به آب داشت او تشنه آن است که با کسی درد دل بکند. چیزی نمانده است که هفته مرگ فرزندش سرایت اما او هنوز نتوانسته با کسی به سیری درد دل کند. باید حکایت کند که پسرش چگونه بیمار شد و چگونه درد کشید و پیش از مرگ چه ها گفت و چگونه درگذشت. باید حکایت کند که مراسم خاک سپاری چگونه انجام شد و خود او بعد از مرگ فرزند چگونه به بیمارستان رفت تا لباسهای آن ناکام را تحویل بگیرد. دخترش آنیسیا در ده مانده است. راجع به او هم باید حرف بزند. آخر مگر درد دل آدم تمام می شود. همینطور که او غم دل میگوید شنمنده نیز باید بنارد و آخ و آخ کند و آه بکشد زنها به درد دل آدم بهتر از مردها گوش میدهند سورچی پیر با خود اندیشید خوبه برم سری به اسب بزنم برای خوابیدن همیشه فرصت هست لباس میپوشند و به طرف استبل راه میافتد بین راه استبل به یونجب و کاه و هوا فکر میکنند آنگاه که تنهاست نمیتواند به فرزندش بیندیشد از او با همه میشود سخن گفت اما در تنهایی خود سخت وحشت داشت به او بیندیشد و چهرهش را در نظر خود مجسم کند در استبر همین که نگاهش به چشمای براغ اسب میافتد میپرسد داری نشخار میکنی خب نشخار کن نشخار کن. حالا که پولی اونجا در نیامده کاه بخور. راستش، برای کار کردن پیر شدم اگه پسرم نمرده بود، سرچی می شد. کاش نمی مرد. لحظه ای سکوت کند و باز ادامه میدهد. دهد. کوزما ایوانیچ مرد. نخواست زیاد عمر کنه. بی خود و بی جهت مرد. حالا فرض کنیم تو یه کره داشته باشی و مادر اون کره باشی و یهو کرت بمیره راستی حیف نیست دلت کباب نمیشه اسب لاغر و تکیده نشخار میکند و گوش میدهد و نفس گرم خود را به صاحبش میدهد و ایونا بیش از این تاب نمیآورد و درد و اندوه خود را برای اسبش شکایت میکند و میگرید داستان زنان از کتابی به همین نام یعنی داستان زنان داستان های برگزیده چکوف با ترجمه عبدالحسین نوشین و دیگران و همینطور تنظیم رادیویی مجتبا گلستانی بشنوید دکتر پتروویچ مدیر مدارس ملی ایالت ان که خریشتن را مردی منصف و بزرگوار میشه مرد، روزی در دفتر کارش معلمی به اسم ورمنسکی را به حضور پذیرفت و گفت نه آقای ورمنسکی استفاه گریز با صدایی که شما به هم زدید نمیتونید به کار تعلیم و تربیت ادامه بدید اصلا چطور شد که شما صداتون را از دست دادید؟ معلم با صدایی که شبیه به فشفش فش بود جواب داد عرق کرده بودم آقا واقعا کیف شد؟ متاسفم آدمی چهارده سال خدمت میکنه و یک آن این بدبیاری دامنش رو میگیره مردش این زندگی رو به که آدمی زاد رو مجبور میکنه به خاطر مشکی مسائل پیش پا افتاده روی سابقه خدمتش خط بطلان بکشه حالا شما برنامهتون چیه؟ چیکار میخواید بکنید؟ معلم بی صدا و خاموش ماند مدیر پرسید ببینم شما متعهل هستید؟ معلم فش فش کنان جواب داد بله با زن و دو فرزندم زندگی میکنم آلی جناب دقیقه سکوت حک فرما شد. آقای مدیر از پشت میز کارش بلند شد و در حالی که توی اتاق راه میرفت و نشانه های تشویش در چهرهش نقش میخورد گفت اصلا عقلم قد نمیده با شما چیکار کنم. شغل معلمی رو ناچارم کنار بگذارید. تا سن بازنشستگی هم هنوز خیلی فاصله دارید. راه کردن شما هم به امان خدا به هیچ وجه کار درستی نیست. از لحاظ ما شما آدم خوبی هستید. چهارده سال تمام خدمت کردید بنابراین بر ماست که به شما کمک کنیم ولی چطور؟ مگر از دست من چی ساخته است؟ آخه با وضعی که دارم در وضعیتی که هستم چه کار میتونم بکنم؟ لحظه سکوت برقرار شد مدیر مدام راه میرفت و فکر میکرد اما ورمنسکی افسرده از اندوه خود بر لبه صندلی نشسته بود و نه به تشویش آقای مدیر بلکه به آینده خود میاندیشید. اندیشید. نگان در چهره مدیر برقی نمایان شد. حتی بشکنی زد و عجولانه گفت عجیبه که چرا تا حالا به مغزم خطور نکرده بود. گوش کنید. من میتونم به شما پیشنهاد کنم. آخه در هفته آینده نامرسان پرورشگاه ما بازنشسته میشه. اگه مایل باشید میشه این پست رو در اختیار شما گذاشت. بفرمایید. اینم کار چهره ورمنسکی نیز که منتظر چنین لطفی نبود درخشید مدیر با خوشحالی گفت خیلی هم عالی شد همین امروز درخواستتون رو بفرستید پیش ما تا ترتیب باقی امور رو بدم مدیر همین که ورمنسکی را مرخص کرد احساس آسودگی خیال کرد و حتی لذت سراسر وجودش را فرا گرفت حالا دیگر در برابر نگاهش اندام خوش خم کرده یه کننده معلم نایستاده بود و از درک این حقیقت که به عنوان مردی مهربان و کاملا درست و حسابی پیشنهاد یک پست خالی به ومنسکی عملی عادلانه و از روی وجدان بود احساس رضایت میکرد اما این خلق خوش دوام چندانی پیدا نکرد همین که به خانه باز آمد و مشغول صرف شام شد همسرش ناستازیا ایوانوونا انگار که ناگان به یاد موضوعی افتاده باشد گفت ها نزدیک بود یادم بره دیروز نینا سرگه یونا اومد سراغم و سفارش مرد جوونی رو کرد میگن تو پرورشگاه ما قراره یه پست شغلی خالی بشه مدیر اخم کرد و جواب داد بله همینطوری که میگی ولی این محل به کسی دیگه این قول داده شده تو هم اخلاق من خوب میدونی من هیچ کسی رو با سفارش استخدام نمیکنم اینو میدونم ولی فکر میکنم در مورد نینا سرگی بش بشه استثناء قائل شد اون رو به اندازه عزیزان خودش دوست میداره معلوم که ما تا با حال هیچ کار خیلی براش انجام ندادیم فدیا سعیم نکن جواب رد بدی دو با بد هم اونو میرنجونی هم منو مدیر جواب داد ولی نگفتی کیو توصیه میکنه ناستاس یا ایوانوونا گفت پلزخین رو مرد پرسید کدوم پلزخین همونی که شب سال نو در انجمن نقش چاتسکی را اجرا کرده بود؟ منظور همون جنتلمنه؟ به هیچ قیمتی در اینجا از خوردن باز ایستاد و لحظه ای بعد تکرار کرد به هیچ قیمتی خداوند از ارتکاب چنین کاری در امانم بداره ناستاسیا ایوانونا پرسید آخه چرا؟ مدیر گفت عزیزم چرا نمیخوای بفهمی که وقتی مرد جوانی نه مستقیما بلکه از طریق زنها عمل میکنه حتما آشغال و محمله حتما ریگی به کفشش داره یا آدم مستقل و قابل اعتمادی نیست چرا خودش نمیاد سراغ من آقای مدیر بعد از شام در اتاق کارش روی کاناپه کوتاهی دراز کشیده و گرم مطالعه کردن روزنامه ها و نامه های رسیده شد همسر آقای شهردار تگ نامه نوشته بود فیودور پتروویچ عزیز یادم میآید یک روزی به من گفته بودید که من موجودی هستم قلب شناس و خبره شناخت مردم اکنون وقت آن رسیده است که این سخن را عملا به محک بزنید در ظرف چند روز آینده شخصی به اسم ک نون پلزوخین که جوان فوقالعاده خوبی میدانمش به حضور شما شرفیاب خواهد شد تا محل خالی نامرسان پرورشگاه ما را به ایشان تفویز کنید او جوانی است خوشایند و بسیار دوست داشتنی و کاری شما با استخدام او متقاعد خواهید شد که و هزار جور تعریف و تمجید از مرد جوان و بعد و وعید در مورد آینده کاری او مدیر زیر لب گفت به هیچ وجه خدا نصیب نکنه از آن زمان روزی نمی گذشت که آقای مدیر توصیه نامه در مورد پرزخین دریافت نکنه سلام جان یک صبح خوش آفتابی خود پلزخین هم که مردی بود جوان و چاق با چهره آرام و کنده از تحت راشیده و شبیه به چابک سواران با کت نو مشکی به دیدن مدیر آمد. فیودور پتروویچ بعد از شنیدن درخواست او با لحن خشکی گفت من در زمینه مسائل اداری عادت دارم ارباب رجوع در محل کارم بپذیرم. نه تو خانم. پلزخین جواب داد ببخشی داری جناب. ولی آشناهای مشترک ما توصیه کردن درست به همین گونه عمل کنم و تو خونه شرفیاب بشم. مدیر که نگاه نفرتبار خود را به کفشای پنجباری که مرد جوان دوخته بود گفت هم. تا به اونجا که من اطلاع دارم پدرجان شما صاحب ملک و املاکه و شما آدم محتاجی محسوب نمیشید با این وصف چه لزومی داره چنین پستی را اشغال کنید آخه حقوق اونم ناچیزه پرزخین گفت من که به خاطر حقوق نیست بلکه در هر صورت یک کار دولتیه مدیر جواب داد که اینطور گمون میکنم در مدتی کمتر از یک ماه از چنین شغلی به جون بیایید و از خیر اون بگذارید حالونکه که در حال حاضر نامزدهای دیگه ای هستند که این شغل برای اونها در حکم پیشه تمام عمر به شمار میاد آدم بینوایی وجود دارند که پلزخین سخن مدیر را قطع کرد و گفت خسته نمیشم آلی جناب به شرفم قسم میخورم که زحمت بکشم. باور کنید من تمام سعی و توان خود را به کار خواهم برد. مدیر از کوره در رفت. لبخندی دیگه نشان از اشم ازاز داشت و لب و گفت گوش کنید. شما چرا یک باره به خود من مراجعه نکردید بلکه لازم دونستید اسباب زحمت خانما رو فراهم کنید. پلزخین سرخ شد و جواب داد. من خیال نمی کردم از این موضوعی خوشتون نیاد. ولی آلی جناب چنانچه برای توصیه نامه دوستان مشترکمون اهمیتی بایل نباشید من میتونم گواهی خدمت شما ارائه بدم این را گفت و از جیبش کاغذی درآورد و آن نامه را به طرف مدیر دراز کرد در آخرین سطر گواهی نامه که با زبان و خط اداری نوشته شده بود امضای فرماندار خود نمایی میکرد از همه چیز پیدا بود که فرماندار نامه را ناخوانده امضا کرده بود تا مگر شرد بانوی سمجی را از سر باز کند فیودور پتروویچ گواهی نامه را خواند و آهکشان گفت چاره ای ندارم تمکین میکنم تسلیم میشم درخواست خودتون رو فردا بفرستید پیش من چاره دیگه ای نیست و همین که پلزخین از در بیرون رفت مدیر تمام وجودش را به دست احساس نفرت سپرد در حالی که از گوشه ای تا گوشه دیگر اتاق قدم میزد ماراسا فشفش فش می کرد که آشخال مرد کل پوک این بادمجون دور قابچین بالاخره کار خودش را کرد حیوان کسافت بعد به طرف دری که پرزخین از آن بیرون رفته بود برگشت و با سر و صدای زیاد آب دهانش را به آنجا انداخت اما ناگان احساس شرمندگی کرد زیرا در همان لحظه همسر مدیر اداره بودجه داشت وارد اتاق کار او میشد من فقط یه دقیقه کوچیک فقط یه دقیقه مزاحم میشم و میرم بشینید پدر تعمیدی بابا دقت به حرف من گوش بدید شایعه که در دم و دستگاه شما یه محل خالی پیدا شده فردا یا همین امروز جوونی به نام پلزوخی میاد خدمت شما تا خانم مانند گنجش جیک جیک, جیک میکرد حالان که مدیر با چشمهای تار و کدر مردی که نزدیک از دچار اغما شود به حکم نزاکت و آدابدانیش نگاه میکرد و لبخند میزد فردای آن روز وقتی ورمنسکی را به حضور میپذیرفت تا مدتی دراز قادر نمیشد تصمیم بگیرد حقیقت مطلب را به او بگوید دو دل بود قاطی میکرد نمیدانست مطلب را از کجا شروع کند و به کجا برساند دلش نمیخواست از آقای معلم پوزش بخواهد. حقیقت را برای او تعریف کند. اما زبانش مانند زبان آدم های گیج و منگ نمیچرخید. گوشهایش میسوخت و ناگان از اینکه ناچار میشد در محل کار و در برابر کارمندان خود چون این نقش زشتی را ایفا کند احساس رنجش کرد. در اینجا بود که مشتش را به میز کوبید و غذابالود بانگ زد. برای شما جایی خالی ندارم 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 راحتم بگذارید اینقدر منو عذاب ندید لطفا دست از سر من بردارید این را گفت و از دفتر بیرون رفت دشمن ها از کتاب بهترین داستان های کوتاه آنتوان چخوف با تنظیم رادیویی مجتبا گلستانی بشنوید نزدیکی های ساعت ده یک شب تاریک ماه سپتامبر اندری تنها پسر شش ساله دکتر کریلوف، پزشک دولتی، از بیماری دیفتری چشم از دنیا فرو است. همین که همسر دکتر جلو تخت کودک مردهش به زانو افتاد و اولین نشانه های از خود بی خود شدن در او دیده شد، زنگ سرسرا به شدت به صدا درآمد. صبح روزی که بیماری دیفتری سر از خانه درآورد، همه پیش را به خانه هاشان روانه کردند. بنابراین کریلوف خودش با همون پیراهن آستین بلند و جلیقه دگمه انداخته بیان که دست و صورت مرتوبش را که از اسید فنیک میسوخت پاک کند در را گشود سرسره آنقدر تاریک بود که شخصی که پا به خانه گذاشت تنها قد متوسط شالگردن سفید و چهره درشت و بسیار رنگ پریدش قابل تشخیص بود رنگ چهرهش به اندازه ای پریده بود که گویی حضور او سرسرا را روشن کرده بود مرد بی مقدمه گفت دکتر تشریف دارم. کریلوف جواب داد من دکترم چه کار داری؟ مرد که بی اندازه خوشحال شده بود گفت دکتر شما این؟ خیلی خوش و دست پیش برد دست دکتر را در تاریکی پیدا کرد آن را در دست گرفت و محکم فشرد من آبوگین هستم همین تابستون تو خونه گنوچف افتخار آشنایی با شما رو پیدا کردم خیلی خوشحال شدم که تو خونه بودین شما رو به خدا نگین فوری همراهتون نمیام کالسکه با خودم آوردم از صدا و حرکاتش میشد دریافت که بی اندازه دل با پس است جلو نفسهای تندش را نمیتوانست بگیرد با صدای لرزان و عجولانه حرف میزد ادامه داد میترسیدم تو خونه نباشی به خاطر خدا لباس بپوشین و را بیفتیم بریم نشسته بودیم چای بخوریم که زنم دادش بلند شد رو به قلبش گذاشت و رو صندلیش پس افتاد میترسم سکته کرده باشه دکتر سر تکان داد و در حالی که با بیمیلی کلمه ها رو میکشید گفت عذر میخوام نمیتونم بیام آخه پنج دقیقه پیش پسرم پسرم مرد اوگین یک قدم عقب رفت و دسته در را گرفت و سر به زیر اندار. نه میتوانست برود نه رویش میشد دوباره از دکتر درخواست کند سکوت حکم فرما شد کریلوف پشت به آبوگین کرد مدت کوتاهی ایستاد و کم کم از سرسرا بیرون رفت و پا به اتاق خواب گذاشت در اتاق خواب آرامش مرگ حاکم بود پسر روی تخت خواب کنار پنجره با چشمان باز دراز کشیده بود مادر که دستای خود را روی او گذاشته و چهره را در چینهای ملافه ها پنهان کرده بود جلوی تخت زانو زده بود دکتر کنارش درنگ کرد دست در جیب شلوار فرو برد سرش را به یک سوخم کرد و به پسرش خیره شد پس از پنج دقیقه از اتاق بیرون رفت وارد آشپزخانه شد دور و کنار اجاق و تخت آشپز سرگوشی آب داد جلو در کتایی سر سرخم کرد و پا به سرسرا سر گذاشت دوباره چشمش به شال سفید و چهره پری درنگ افتاد. آبوگین آهی کشید و گفت خب دیگه خواهش میکنم به بریم. دکتر نگاهی به او انداخت و همه چیز یادش آمد و گفت بهتون که گفتم نمیتونم بیام. مگه سرتون نمیشه؟ آبوگین ملتمسانه گفت بی که با این لحن با من صحبت میکنیم. یه زن جوون داره میمیره شما میگین همین الان پسرتون مرده بنابراین چه کسی بهتر از شما نگرانی من درک میکنه صدای آبوگین از دل با پسی از ترس اینکه مبادا حرفهایش بد تعبیر شود سعی کرد صدایش نرم و ملایم باشد تا لحن صدایش دکتر را متقاعد کند دکتر ابوسانه پرسید خیلی دوره مرد گفت قول شرف میدم یه ساعتش شما رو ببرم و برگردونم دکتر با گام های نامطمئن به سرعت به اتاق کارش رفت و چیزی نگذشت که با پالتو برگشت بیرون هوا تاریک بود قامت بلند و خمیده دکتر با آن ریش باریک بلند و بینی عقابی به خوبی دیده میشد در کنار او آبوگین ساکت نشسته بود کالسکه که در نوسان بود و به سنگ ها برخورد میکرد از ساحل شنی بالا رفت و به راه ادامه داد. کریلوف کم کم با اندو می میگرفت و به اطراف می نگریست. کالسکه هر چقدر به مقصد نزدیکتر می شد سبر آبوگین لبریستر می گشت. از جامی جست و از روی شانه کالسکران به جلو خیره میشد. شد. کالسکه سرانجام در پای پلکان بلندی نگه داشت که سایبان رارای کتان زیبایی آن را پوشانده بود. آبوگین که صدای نفسهای لرزانش شنیده میشد سر بالا کرد و به پنجره روشن طبقه اول نگاهی انداخت در سرسرا نه صدای پا شنیده میشد نه صدای حرف با وجود چراغهای روشن خانه گویی کسی بیدار نبود وارد سالن بزرگی شدند که پیانوی بزرگی در فضای تاریک ران دیده میشد و چلچراغ آن را با پوشش سفیدی پوشانده بودند. از آنجا هر دو به اتاق پذیرایی کوچک و زیبایی پا گذاشتند که جای دنج و نیمه تاریکی بود و نور صورتی رنگ دلنشینی آن را روشن میکرد. آبوگین گفت یه لحظه اینجا بشینین دکتر. یه ثانیه بیشتر طول نمیکشه. کریلوف روی یک صندلی نشست و به دستایش که از اسید فنیک سوخته بود نگاه کرد. سکوت برقرار بود. در اتاقای دیگر کسی آه بلندی سر داد. دری شیشهای به هم خورد و بار دیگر سکوت برقرار شد. کریلوف سرش را بلند کرد. به دری نگریست که آبوگین از آن ناپدید شده بود. آبوگین در آستانه در ایستاده بود. چهره و دستها و حالت بدنش از شکل افتاده و ترس یا درد جسمانی رنجاوری چهره اش را تغییر داده بود. خمیده شده بود. ناله می کرد و مشتایش را تکان میداد. بلند گفت فریبم داد رفته خودشو به بیماری زد و منو به دنبال دکتر فرستاد تا بزنه به چاک خدای من آبوگین با سنگینی به جانب دکتر قدم برمی داشت و ناله می کرد چرا با این دروغ خدای من چرا با این حقه پست و کثیف چرا با این بازی شیطانی و بدخانه؟ مگه چه بدی به او کرده بودم؟ کنجگاوی در نگاه بی دکتر خانده شد از جا برخاست و گفت خب بیمار کجاست؟ آبوگین که هم میخندید و هم اشک میریخت بلند گفت بیمار؟ زن من بیمار نیست چنین حقه کسیفی از دست شیطونم ساخته نبود خدای من کاش مرده بود دکتر راست ایستاد چند بار موجه زد و چشمایش از اشک لبریز شد ریش کم پشت چانهش شروع به لرزیدن کرد گفت این چه بازی سر من در آوردی؟ بچم مرده زنم داره و تنها تو خونه مونده خودم نای ایستادن ندارم اصلا سر در نمیارم آبوگین یکی از مشتایش را گشود کاغذ مچاله شده ای را به روی زمین پرتاب کرد و پا بران مالید گویی هشری ای را لگد میکرد و خشمگین و بغزالود گفت خوب گیرم از من خوشش نمیومد. دیگه فریب برای چی؟ مگه چه بدی به تو کرده بودم؟ به کریلوف نزدیک شد و با حرارت گفت شما ناخواسته شاهد بدبخ شدن من بودین. باور کنین دوستش می داشتم همه چیزم رو به پاش ریختم با خونوادم به هم زدم کارم رها کردم هیچ وقت نگاه چپ بهش ننداختم پس چرا به این هیله کسیف دستند؟ همانطور که آبوگین صحبت میکرد چهره دکتر که آزرد خاطر شده بود آشکارا تغییر کرد بی اعتنایی و حیرت در چهره او رفته رفته جای خود را به رنجشی تلخ برافروختگی و خشم داد ناگهان با چشمهای برافروخته خود را کنار کشید و در آن حال که حرفها با خشونت از دانش بیرون میریخت مشت بر میز گفت و نره زد این حرفا رو چرا به من میگین؟ من نمیخوام این چیزا رو بشنوم گور پدر شما و اسرارتون آبوگین از جلوی کریلوف عقب عقب رفت و با تعجب به او خیره شد دکتر که میلرزید ادامه داد چرا منو به اینجا آوردین ماجراهای شما به من چه مربوطه دست از سر من بردارین بریم به همون گرزدن های شرافتمندانتون برسیم عقاید انسان دوستانتون رو به رخ بکشین هر غلطی میخواید بکنین اما یه انسان واقعی رو دست نندازین آبوگین که سرخ شده بود گفت چی میخوایم بگین؟ دکتر جواب داد میخوام بگم دست انداختن یه انسان کار پست و کسیفیه هیچ کس این حق به شما نداده که آدم رو که قصه و غم داره آلت دست قویتون بکنید. آبوگین آهسته پرسید به چه جرأتی این حرف میزنید؟ و دوباره حالت چهرهش تغییر کرد و خشم آشکار در آن دیده شد. دکتر فریاد زد شما به چه جرعتی منو میارین اینجا تا به چرمدیات مبتزلتون گوش بدم؟ اونم وقتی میدونین که خودم ناراحتم آدم عوضی آبوگین فریاد کرکنندهی کشید. آقا احترام خودتون رو نگه داری؟ دست در جیب جلیقه کرد، دفترچه بیرون آورد، دو اسکناس از دایان برداشت و روی میز پرتاب کرد و پر رای بینیش لرزید و گفت این دست موز شما، حق ایادتتون رو برداری؟ دکتر گفت پولتون رو برای خودتون نگه داری؟ اسکناس ها رو به پشت دست روی کف اتاق پرتاب کرد و ادامه داد توهین و با پول نمیشه جبران کرد. آبوگین و دکتر رو در رو ایستادند و دشنام های زشتی نصار یک دیگر کردند. آنها هیچگاه در عمرشان حتی در حالت دیوانگی آن همه حرفای ناروا، ظالمانه و بیمعنی بر زبان نیاورده بودند. از کارهایشان پیدا بود که مثل همه آدم های اندوگین اسیر خودخواهی بودند. دکتر که از نفس افتاده بود گفت لطفا منو به خونم بفرستید آبوگین زنگ را به شدت به صدا درآورد کسی پیدا نشد بار دیگر زنگ را به صدا درآورد سپس خشماگین زنگ را روی میز پرتاب کرد زنگ با صدای خفهای روی قالی افتاد و صدای اندوهناکی مثل ناله مرگ از آن به گوش رسید نوکر خانه پیدایش شد ارباب با مشتهای گره کرده به روی سر و او افتاد برو بگو کالسکه رو برای این آقا بفرستن و کالسکه دو اسبه من آماده کنن. و همین که نوکر رویش را برگردان تا برود صدا زد فردا یه نفر از شما ها اینجا نمیمونه همتون تون بارو بندیلتون رو جمع کنین آدمای های دیگه ای میارم همانطور که ایستاده بودند آبوگین و دکتر سکوت کرده بودند آبوگین آن رضایت خاطر و زرافت ماهرانه خود را باز یافته بود در اتاق پذیرایی قدم میزد و با زرافت سر تکان میداد و روشن بود که مشغول طرح نقشه است. خشمش هنوز فرو ننشسته بود اما سعی می کرد وانمود کند که توجهی به دشمن خود ندارد. دکتر یک دستش را روی یک لبه میز گذاشته و ایستاده بود و با حالت سراپا تحقیرآمیز و مشکوک به آب و گنمه نگریست. حالتی که تنها آدم های غمگین و بی انصاف در برخورد با بینیازی و زرافت از خود نشان می‌دهند. اندکی بعد که دکتر روی صندلی کالسکه جا گرفته بود و دور میشد هنوز نگاهی تحقیرآمیز داشت هوا تاریک بود تاریکتر تا از یک ساعت پیش نیمه ماه قرمز در پشت تپه کوچک پنهان شده بود و ابرهایی که نگهبان آن بودند به صورت لکه های سیاهی پیرامون ستاره ها را گرفته بودند کالسکه دو اسبه با چراغهای قرمز تقتق -تق -تق کنان روی جاده به حرکت درآمد و از کالسکه دکتر گذشت آبوگین بود که برای اعتراض و دست دادن به کارهای همانقت آمیز در راه بود. در سراسر راه دکتر نه به همسرش فکر میکرد و نه به آندره. تنها در اندیشه آبوگین و کسانی بود که در خانه‌ای که ترک کرده بود زندگی میکردند. آبوگین، همسرش و همه کسانی را که در فضاهای گلگون و نیمه تاریک زندگی میکنند. فضاهایی که بوی عطر از آنها استشمام میشود محکوم کرد. در سراسر راه نسبت به آنها احساس انتجار کرد تا آنجا که دلش از این احساس گرفت حکمی که در محکومیت آنها صادر کرد تا پایان عمرش به درازا میکشید یک <مسلم> دست و از کتاب مجموعه آثار چخوف با ترجمه سروج استپانیان و تنظیم رادیویی مشتبه گلستانی تقدیم شما خواهد شد بشنوید ساعت دیواری ظهر را اعلام کرد سرگرد شچل کلوبوف مالک هزار جریب زمین زراعتی و یک همسر جوان کله نیمه تاس خود را از زیر شمد چیتی درآورد و بلند بلند ناسزا گفت دیروز هنگامی که از کنار آلاچیق رد میشد صدای زن جوان خود کارولینا کارلونا را با جفت گوشهایش شنیده بود که با لحنی به مراتب مهربانتر و خودمانیتر از معمول با پسر اموی تازه واردش گرم گفتگو بود او شوهر خود را گوساله می نامید و می کشید ثابت کند که سرگرد را به علت کند ذهنی و رفتار دهاتیوار و حالات جنون آسا و میخارگی مزمنش نه دوست می داشت، نه دوستش دارد و نه دوستش خواهد داشت. سرگرد از شنیدن این حرفها ها دستخوش بخت و خشم و جنون شده و موشها را دیوانوار گره کرده بود. صورتش گر گرفته و سرختر از خرچنگ آپس شده بود. در سراسر وجودش چنان هم همه و ترق و طروق بیرا افتاد که نظیر آن حتی در جریان نبردهای بزرگ جهان هم راه نیفتاده بود بعد از آن که از زیر شمد به آسمان خدا نگریست و تا میتوانست ناسزا بر زبان آورد شتابان از تخت به زیر آمد موشتها را در هوا تکان داد چند دقیقه در اتاق قدم زد سپس فریاد کشید آی کل پوکا در اتاق با سر و صدای زیاد باز شد و پانتلی پیش خدمت مخصوص و در عین حال آرایشگر و نظافتچی سرگرد از در درآمد یکی از لباسهای کوتاه و نیمدار اربابش را به تن داشت و طول سگی را هم زیر بغل گرفته بود همانجا به چارچوب در تکیه داد و با حالتی آمیخته به احترام چندین بار پلک زد سرگرد گفت گوش کن پانتلی دلم میخواد امروز با تو مثل آدم حسابی حرف بزنم روکو پوسکنده این چه درز ایستادنه درست نیست اون مگس رو توی مشتت ول بده حالا درست شد خب حاضری با من رو راست باشی یا نه پانتری جواب داد اختیار داری جناب سرگرد سرگرد گفت با اون چشمای ورقلم بیده از تعجبم نگام نکن به آدمای متشخص نباید با چشمای حیرت زده نگاه کرد زشته باز که نیچه تو باز کردی حقا که گاو میشی بعد از این همه سال هنوز یاد نگرفتی که رفتارت در حضور من چطور باید باشه بگذاریم حالا رک و پوسکنده و بدون تتپته به سوالم جواب بده تو زنت رو کتک میزنی یا نه؟ پانتلی کف دست را به طرف دهان برد و پوسخندی ابلهانه زد سپس خنده نخودی سر داد و منمن کنان گفت هر سه شنبه خدا جناب سرگرد سرگرد گفت این که خنده نداشت این چیزا خنده بر نمیداره دهنتن ببند در حضور من اینقدر تنت نخارون اصلا خوشم نمیاد لحظه ای به فکر فرو رفت سپس ادامه داد فکر میکنم فقط دهوان جماعت نیست که کتک میزنه تو چی فکر میکنی؟ پامتلی گفت حق با شماست گربان سرگل گفت یه مثال بیار پامتلی گفت تو همین شهر خودمون بازی داریم به اسم پیوتر ایوانیچ باید بشناسیدش حدود ده سال پیش سرایدارشون بودن به از شما نباشه مرد خوبی بود اما امان از وقتی که افسارش از دست میداد خدا نصیب هیچ تنابنده ای نکنه گاهی وقتا همینطوری میومد خونه و با مشت و لگت به جون دنده های خانوم میافتاد. خدا همینجا زلیلم کنه اگه دروغ گفته باشم گاه تو اون هیروویر یکی دوتا مشتم نصیب من میشد به جون زنش میافتاد و حوار میکشید زنی که بیشور تو دیگه دوستم نداری به همین علت میخوام بکشمت میخوام چراغ عمرتو خاموش کنم سرگرد پرسید خب زنش چی میگفت پانتنی گفت همش میگفت ببخشید منو ببخشید سرگرد گفت نه راست میگی این که عالیه سرگرد به قدری خوشحال شد که دستایش را به هم مالید پانتنی گفت البته که راست میگم جناب سرگرد آخه چطور ممکنه آدم زن خودشو کتک نزنه مثلا یکیش خودم مگه میشه زنمو کتک نزنم خوب زنی که سازدهنه مردم رو زیر پاش لیه کنه و بعدش هم به شیرینی شما ناخونک بزنه حقش کتک بخوره آخه مگه میشه مرتکب این همه خلاف شد سرگرد گفت لازم نیست برام سغرا کبرا بچینی کل پوک حالا دیگه استدلالم میکنه تو رو چه به استدلال؟ در کاری که به تو مربوط نمیشه هیچ وقت دخالت نکن راستی خانم چیکار میکنن؟ پانتنی گفت خواب تشریف دارم قربان سرگور گفت هر چه بادا باد برو به ماریا بگو خانم رو بیدار کنه و ایشون رو بفرسته پیش من نه سب کن نرو تو چی فکر میکنی؟ به نظر تو من شبیه دیوان جماعت هستم؟ پانتلی گفت چرا باید شبیه دیوان ها باشید؟ کی دیده شده که ارباب شبیه موژیک باشه البته هیچ وقت دیده نشده این را گفت و شانهایش را بالا انداخت و در را با صدای خشکی باز کرد و بیرون رفت سرگرد هم که آثار استراب بر چهرهاش نقش خورده بود آبی به سر روی خود زد و مشغول پوشیدن لباس شد سرگرد همین که همسر زیبای خود را دید که از وارد شد با نیش دارترین لحنی که میسرش بود گفت عزیز دلم میتونی ساعتی از وقت گرانبهات رو که این همه برای هممون مفیده در اختیار من بگذاری؟ زن با مهربانی جواب داد با کمال میل دوست من سرگل گفت عزیز دلم حوض کردم روی دریاچه گشتی بزنیم کمی تفریح کنی حاضری همراهیم کنی؟ زن گفت فکر نمی کنی هوا گرم باشه؟ با وجود این پیشنهادت رو با کمال میل قبول میکنم اما به یه شرط تو پارو میزنی من سکان میگیرم باید کمی هم خوراکی برداریم من که از صبح چیزی نخوردم سرگرد تازیانه ای را که در جیب گذاشته بود با دست لمس کرد و گفت خوراکی برداشتم حدود نیم ساعت بعد از این گفتگو زن و شوهر سوار قایق بودند و به سمت وسط دریاچه پیش میرفتند سرگرد عرق ریزان پارو میزد و همسرش قایق را هدایت میکرد. مرد نگاه آکنده از خشمش را به کارولینا کارلونای نگران دوخته بود و در حالی که در آتش بی سبری میسوخت زیر لب با خود گرولون میکرد نگاش کنید. شما را به خدا نگاش کنید. همین که قایق به وسط دریاچه رسید سرگرد با صدای بم خود فرمان داد ایست قایق از حرکت باز ما چهره سرگرد ارغوانی شد و زانوانش لرزیدند زن نگاه شگفت خود را به شوهر دوخت و پرسید چت شده آپولوشا سرگرد قرش کنان گفت پس میفرمایید که بنده گوساله ها پس من من کیم؟ یک کله پوک کنزه پس تو دوستن نداشتی و دوستم نخواهی داشت ها؟ پس تو مه بار دیگر گرید و مشتش را بلند کرد و تازیانا را در هوا چرخاند و توی قایق کشمکشی وحشتناک در گرفت. درگیریشان چنان بود که در وصل نگنجد. این حادثه را حتی خوشقریه در این نقاش ایتالیا دیده نیز مهار از بتواند ترسیم کند. پیش از آنکه سرگرد بتواند به از دست رفتن مشتی از موی سر خود پی ببرد، و پیش از آن که زن جوان بتواند تازیانه را که از دست شوهر در رو بوده بود به کار گیرد قایق واژگون شد در همین هنگام ایوان پاولویچ کلیددار سابق سرگرد که اکنون در بخشداری به عنوان دفتر نویس خدمت میکرد در ساحل دریاچه سوت زنان مشغول قدم زدن بود و سیگار پشت سیگار دود میکرد ناگهان فریادهای جانکاهی به گوشش رسید صدای اربابان سابق خود را شناخت سرگرد و همسرش داد میزدن کمک کمک ایوان پاولویچ کت و شلوار و چکمه هایش را بی تعمل در و به قصد نجات آن دو خود را به آب زد. از آنجایی که قابلیت او در فن شناگری بیش از قابلیتش در دفتر نویسی بود، در مدتی کمتر از سه دقیقه خیشتن را در کنار مغروقین یافت. شناکنان به آن دو نزدیک شد و در دم در بومبس قرار گرفت. با خودش فکر کرد لعنت بر به داد کدوم یکی برسم توان آن را نداشت که هر دو را نجات دهد فقط یکی از آن دو را می توانست از محلکه براند عضلات صورتش از شدت تردید و تغییر کج و موبت شدند گاه به این و گاه به آن دیگر چنگ میانداخت. سر سرانجام رو کرد به آنها و گفت فقط یکی تون هر دو تون زورم نمیرسه به خیالتون رسیده که من نهنگم کارونینا کارلونا که به دامان کت سرگرد چنگ انداخته بود زوزکشان کشان گفت منو منو نجات بده بعد از مرگ سرگرد با تو عروسی میکنم وای خدا جون دارم غرق میشم سرگرد نیز در حالی که آب بورت میداد با صدای بمش هوار میکشید ایوان ایوان پاولویچ مرد باش منو نجات بده برادر یک روبل پول نوشیدنید با من نگذار جوون مرشم سرتاپاتو تلا میگیرم بجم نجاتم بده واقعا که قول میدم با خواهرت ماریا عروسی کنم به خدا میگیرمش خواهرت خیلی با استعداد و زیباست و حرفای زنم گوش نده مردشور قیافش رو ببره اگه نجاتم ندی میکشمت از چنگم زنده در نمیری دریاچه به دور سر دفتر نویس بخشداری طوری چرخید که نزدیک بود غرق شود های هر دو را به یکسان مغروم به صرفه یافت یکی با از دیگری کدام را انتخاب کنم فرصت داشت از دست می رفت. سرانجام تصمیم خود را گرفت. هر دور نجات می دم. آنگاه با دست راستش کارولینا کالونا را گرفت. انگوش سبابه همون دست را به کراوات سرگرد حلقه زد و هنهن کنان به سمت ساحل شنا کرد. با دست چپ شنا می کرد و در همان حال دستور می داد پا بزنید پا بزنید. به آینده درخشانی که در انتظارش بود می اندیشید. بعد از این نون تو روغن پسر نون شیرینی تازه بلون و سیگار برگ اعلا بکش شنای یک دستی آن هم با دوبار گران و جهت مخالف باد کار ساده ای نبود اما فکر آینده درخشان نیروی ایوان پاولویچ را دو کرده بود سرانجام در حالی که لبخند میزد و از فرط خوشبختی خنده های نخودی می کرد موفق شد آن دو را به ساحل برساند خوشحالی ایوان پاولویچ بی حد و مرز بود. اما همین که نگاهش به آنها افتاد رنگ از صورتش پرید. مشتی به پیشانی خود کوبید و بیان که به دختران روستایی که دست جمعی به دور آنها حلقه زده و نگاه های آمیخته به بحت و تحسینشان را به دفتر نویسش شجا دوخته بودند اعتنا کنند با صدای بلند زار زد. بردای آن روز ایوان پابلویچ به توصیه سرگرد از بخشداری اخراج شد. کارولینا کارلونا نیز به خدمت ماریا خاتمه داد و به او گفت حالا برو سراغ ارباب مهربون خودت ایوان پاولویچ در کرانه دریاچه منحوس راه میرفت و بلند بلند با خودش حرف میزد ای آدم ها از دست شما آخر این همه نمک نشناسی دعوت میکنم بشنوید داستان حاکمه از کتاب مجموعه آثار آنتوان چخوف با ترجمه سروش استفانیان و تنظیم رادیویی مجتبا گلستانی کلبه <applause> کزمای گروف دکاندار هوا گرم و خفقان آور است پشه ها و مگس های لعنتی دسته دست, دست دم, دم گوشا و چشما وزوز می کنند و همه را به تنگ می فضای کلبه آکنده از دود توتون است اما به جای بوی توتون بوی ماهی شور به مشام می هوای کلبه و بیافه حاضران و وزوز پشه ها ملال و اندوه می میزی بزرگ روی آن یک نلبکی با چند تا پوست گردو، یک دیچی شیشه کوچک محتوی روغن سبز رنگ، چند تا کلاه کاسکت و چند پیمانه خالی. خود کزمای گروف و کت و پزشیار ایوانوف و فیوفان مانافویلوف شماس و میخایل و بیم و فورتوناتوف جاندارم که از چند روز به این طرف به قصد دیدار با خاله آنیسیا از شهر به ده آمده است دور میز نشستند. سراپیون فرزند کزمای که در شهر شاگرد سلمانی است و این روزا به مناسبت اید برای چند روزی نزد والدین خود آمده از میز فاصله قابل ملاحظه گرفته و ایستاده است. او احساس ناراحتی می کند و سبیل قیتانی خود را با دست لرزانش به بازی گرفته است. کزمای کلبه خود را موقتا به مرکز درمانی اجاره داده است و اینک عده ارباب ای رجوع نزار و مریض احوال در هشتی خانه وی به انتظار نشستند لحظه پیش هم زنی روستایی را با دنده های شکسته از نقطه نامعلوم به اینجا آوردند. زن دراز کشیده است و می نالند. منتظر آن است که آقای پزشکار ابراز لطفی در قش بکند. عده زیادی نیز پشت پنجره های کلبه ازدهام کردند. اینها آمدند مجازات فرزند را به دست پدر تماشا کنند سراپیون میگوید شما همتون ادعا میکنید که من دروغ میگم حالا که اینطور فکر میکنید منم دلم نمیخواد بیشتر از این با شما جر و بحث کنم آخه بابا جونم در قرن نوزدهم که نمیشه فقط با حرف خالی به جایی رسید برای اینکه خود شما میدونید که تئوری بدون تجربه نمیتونه وجود داشته باشه یگروف با لعنی خشک و خشن میگوید ساکت حرف نباشه لازم نیست برای من صغر و کبرا بچینی بگو ببینم با پولای من چیکار کردی؟ سراپیون جواب میداد پول؟ <applause> شما که ماشالله آدم چیز هستید باید بدونید که من کاری به کار پولای شما نداشتم خدا رو شکر که اسکناساتونم برای من روی هم تلمبار نمی کنید پس دروغ من چیه؟ شماس میگوید سراپیون با ما رو راست باشید آخه به چه علت اینقدر از شما سوال میکنیم؟ برای اینکه میخوایم شما رو قانع کنیم به راه راست هدایتتون کنیم ابوی غیر از سلام و مسلحت خود و شما چیزی نمیخواد میبینید از ما هم خواهش کردن که با ما رو راست باشید کیه که در عمرش مرتکب گناه نشده باشه شما 25 روب پول ابوی رو از توی کمد برداشتید یا نه سراپیون به گوشه ای از کلبه تف می اندازد و خاموش می ماند. گروف مشت خود را بر زمین می و داد می زند. آخه حرف بزن. یه چیزی بگو. بگو آره یا نه. سراپیون پاسخ میدهد هر جور میل شماست. به فرض اینکه که جاندان گفته ای او را اصلاح می کند. فرزن که. سراپیون جملهش را اصلاح می کند و ادامه میدهد. فرزن که من برش داشته باشم فرزن بی خودی سر من داد میزنید آقا جون لازم نیست مشت خودتون رو به میز بکوبید هرچی هم مشت بزنید باز این میز زمین رو سراخ نمی کنه. من هیچ وقت نشده که از شما پول بگیرم اگه هم یه وقت گرفته باشم لابد محتاج اون بودم من آدم زنده ای هستم یه اسم عام جوندار و به همین علتم به پول احتیاج دارم بالاخره سنگ که نیستم کزمایه <applause> گرفت حرفش رو قطع میکند و میگوید وقتی آدم به پول احتیاج داشته باشه باید آستین بالا بزنه کار کنه و پول در بیاره نه اینکه پولای منو کش بره من غیر از تو چند تا اولاد دیگه هم دارم باید جواب هفش تو شکم گرستره بدم سراپیون میگوید اینو بدون فرمایش شما میفهمم ولی شما میدونید که بنیه من ضعیفه نمیتونم پول در بیارم پدری که به خاطر یه لقمه نون به پسر خودش سرکوف بزنه فردا جواب خدا رو چی میده؟ کزمای گروف جواب میدهد بنیه ضعیف تو که کارهای سنگین نمی کنی که زحمتی نداره تازه از زیر همین کار سبک هم در میری سراپیون با اعتراض میگوید کار؟ آخه سرتراشی هم شد کار این اینه که آدم چهار دست پا بخزه و تازه من اونقدرم تحصیل نکردم که بتونم شرق زندگیمو بچرخونم همه سکوت کردند ناگهان شماس میگوید استلال شما اصلا درست نیست سراپیون من که این حرفو به هیچ وجه قبول نمی کنم شما خیلی هم قابل احترامه یک کار فکریه برای اینکه در مرکز ایالت خدمت میکنید و سروریش آدم های نجیب و متفکر رو حتی جنرال ها که جنرال هستن از شغل شما کراهت ندارن سراپیون میگوید اگه بنا باشه از جنرال حرف بزنیم باید بگم که من اونها رو بیشتر از شما میشناسم ایوانوف پزشکیار که کمی هم از دیگران سرحالتر است به سخن در میآید اگر بخوام به زبون خودمون یعنی به زبان طبیب جماعت حرف بزنم باید بگم که تو به جوهر سقز میمونی سراپیون جواب میده ما زبون طبیب جماعت هم بلدیم اجازه بدید از شما بپرسم همین پارسال کی بود که میخواست یه نجار روبه موت و بیهوش رو به جای یه نش کالبا کافی بکنه؟ اون بیچاره اگه سر به زنگا بیدار نشده بود شما شکمش رو جلوواجر کرده بودید. روغن شادونه کی قاطی روغن کرچک میکنه؟ ایوانوف پزشکیار بیدرنگ پاسخ میدهد این کارا در طب مرسومه سراپیون با یک دندگی میپرسد ببینم مالانیا رو کی به اون دنیا روونه کرد؟ اول بهش مسل دادید بعد دوای ضد اسهال تجویز کردید بعدش هم دوباره مسل به نافش بستید دختره بینوا دووم نیاورد ریغ رحمت سر کشید شما حقشه به جای آدم سگ معالجه کنید کزمای گروف میگوید خدا رحمت کنه مالانیا رو خدا بیا مگه پول من رو برداشته که داری راجی به اون خدا بیا حرف بزنی پسرم بیا و راستش بگو پولا رو خرج کاری کردی خجالت نکش سراپیون جواب میدهد لا از روی مقام روحانی و جناب ژاندارم خجالت بکشید کوزمای گروف عصبانی میپرسد آخه بگو پولا رو تو برداشتی یا نه کت خدا از پشت میز موقرانه بلند می شود چوب کبریتی به زانوی شلوار خود می کشد و روشنش می کند و آن را با حرکتی آمیخته به احترام به پیپ جاندار نزدیک می کند آقای جاندار با لحنی آکنده از خشم می گوید آف دماغم با بوی گوگل پر کردی مرد آنگاه پیپ خود را چاق می کند از پشت میز در می آید به طرف سراپیون می رود نگاه غذابارود خود را از روبرو به او میدوزد و با صدای نافذش داد میزند تو کی هستی؟ یعنی چه؟ چرا باید اینطور باشه؟ ها؟ این کارا چه معنی داره؟ تو چرا جواب نمیدی؟ چرا نافرمانی میکنی؟ پول مردم رو کش میری؟ ساکت؟ حرف بزن؟ جواب بده؟ سراپیون جواب میدهد اگه که ژاندارم داد میزند ساکت؟ سراپیون همچنان حرف میزند اگر که خوب شما آروم بگیرید اگر که من که از داد و بیداد شما هیچ ترسی ندارم انگار خودش خیلی سرش میشه شما که شعور ندارید آقا جون هم اگه بخواد من تیک تیک هم بکنه من حرفی ندارم حاضرم تیک تیک هم کنی بزنیدم جاندان میگوید ساکت حرف نباشه میدونم توی اون کلت چه چیزی موج میزنه تو دزدی اصلا تو کی هستی؟ ساکت تو هیچ میفهمی با کی طرفی؟ حرف نباشه شماس آه میکشد و میگوید چاره ای جز تنبیه نمیبینم کوزما گوریچ حالا که ایشون نمیخواد اقرار به ما آسیب بکنه نمیخواد بار گناه خودش رو سبک کنه باید اونو مجازات کرد این عقیده بنده است میخائیلو بین با صدای چنان زبری که همه را دچار وحشت میکند میگوید بزنیدش کوزمای گروف دوباره میپرسد برای آخرین بار میپرسم تو برداشتی یا نه سراپیون میگوید هر طور میل شماست فرزن که تکه کم بکنید من که حرفی ندارم سرانجام کوزما گروف تصمیم خود را میگیرد شلاق کوزمای گروف با چهرهای برافروخته از پشت میز بیرون میآید. انبوه جمعیت خارج از کلبه به طرف پنجره ها حجوم می آورد. مریض ها پشت درها ازدهام می کنند و سرهای خودشان را بالا می گیرند. حتی زن روستایی دنده شکسته سر خود را بلند می کند. کزمای فریاد می کشد. دراز بکش. سراپیون کت نیمدار خود را در می آورد. با حالتی حاکی از فرمانبری روی نیمکت دراز می کشد و می گوید حالا تیکه تیکن کنید. کوزما گروف کمربند چرمی خودش را از کمر باز می کند. لحظه به جمعیت چشم می دوزد. شاید کسی شفاعت کند. آنگاه دست به کار می شود. می و بیم با صدای بمش شمردن زربه ها را آغاز می کند. یک دو سه آش نو شماست در گوشه ایستاده است. نگاهش را به زمین دوخته و سرگرم ورق زدن کتابی است. بیست بیست و یک کزمای گروف میگوید کافیشه فورتوناتوف جاندار نجوا کنان میگوید بازم 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 حق بشه شماست نگاهش را از کتاب بر میگیرد و میگوید به من کمشه بازم بزنیدش تنی چند از تماشاچیان شگفت زده می شوند کشم در نمیاد مریض ها راه باز می کنند و زن کوزمای گروف در حالی که دامان آهار خوردهش خش رو خش می کند وارد اتاق میشود و میگوید کوزما یه مش پول توی جیبت پیدا کردم مال توه؟ نکنه همون پولی باشه که پیش میگشتی گشتی گروف با دیدن پول ها میگوید چرا؟ خودشه باشو بزنم پولو پیدا کردیم دیروز خودم گذاشته بودمش توی جیبم پاک یادم رفته بود فورتوناتو فجاندارم همچنان زیر لب نجوا میکنند بازم بزنیدش حقش سراپیون بر می کت خود را میپوشد و پشت میز مینشیند سکوت طولانی شماست شرمنده و سرفکنده توی دستمال خود فین می کند. کزمای گروف خطاب به سراپیون میگوید: ببخش بسنم. من چه میدونستم که پیدا میشه؟ منو ببخش. سراپیون میگوید: گوید نداره آقا چون. دفعه اولم که نیست. خودتون ناراحت نکنید یه پنجون چای گرم بخور. آرومت میکنه. سراپیون چای خود را سر میکشه. بینی کبودش را بالا میگیرد و پهلوانوار از در خانه بیرون می روید. اما فورتوناتوف ژاندارم تا ساعتی بعد در حیات قدم میزند و با چهره برف روخته و چشمای از هدف درآمده زیر لب میگوید بازم بزنیدش هب بشه قصه نانهای جویده شده با ترجمه حمید آتش براب و تنظیم رادیویی مجتبا گلستانی بشنم. همسایه عزیز ماکسیم آه فراموش کردم پدر روحانی شما را چه مینامید بزرگوارانه مرا ببخشید ببخشید و مرا عفو کنید من این مردک پیر و روحیه یاوه بافش را که جسارت کرده و آرامشتان را با سخنان نامربوط و ناچیز خود در این نامه به هم زده است دیگر یک سال کامل از آن زمان گذشته که طبق میلتان در این گوشه دنیا و در همسایگی با من این بنده حقیر رحل اقامت افکنده اید و من هنوز شما را نمی شناسم. شما نیز این سنجاقک ناچیز را نمی شناسید. حداقل اجازه دهید همسایه گرانقدر به کمک این هیروگلیف مخصوص پیرمردان با شما آشنا شوم. دست پژوهنده شما را بفشارم و خیر مقدم بگویم آمدنتان را از پترزبورگ به خرابه ناقابل ما که جمعیتش را مردگان نازل و انسانهای کشاورزی تشکیل میدهند که به اصطلاح عناصر آسی نام دارند مدتها بود در جستجوی اتفاقی برای آشنایی با شما بودند و اشتیاقم برای این مهم چه بسیار بود چرا که دانش به نوعی مادر تنی ماست مثل تمدن چون از صمیم قلب به نام و آوازه کسانی که در اوج شهرتند احترام میگذارم نام کسانی که بر کتیبه سومه ها و سنج ها و روی نشانهای افتخار حک می شود و عنوانشان در گوشه گوشه ی این جهان مرئی و نامرئی یعنی همین دنیای زیر ماه ما چون تندری می گردد. من به منجمان و شاعران متافیزیسیان ها و شیمیدان ها و دیگر خدمتگزاران علم بسیار عشق میورزم که البته شما هم به خاطر دستاوردهای معقولانه علمیتان در رشته های مواد غذایی و باغداری از آن جمله اید. میگویند که شما کتاب های زیادی به زیور تب آراسته اید که حاصل فعالیت ذهنی مدام شما با لوله‌های های آزمایشگاه و دماسنج و بسیاری کتاب های خارجی بوده است که عکس های جذابی هم دارند. چندی پیش کاهن محلی ما پدر گراسیم به کلبه من یعنی همین ملک ناچیزم سری زد و با تعصب مخصوص خود ایدهها و اندیشه های شما را که مربوط به پیدایش انسان و درگیر پدیده های این جهان مرئیس ملامت و سرزنش کرد و علیه گستری ذهنی شما و افق تفکراتتان که مملو از نور و روشنایی است به تندی سخن و از کوره در نفت من با نظر پدرگراسیم درباره ایده های شما موافق نیستم چرا که زندگی می کنم و گذرانم تنها از راه علم است. علمی که مشیت الهی برای نوع انسان تعیین کرده تا از درون این جهان مرعی و نامرعی فلزات گرانبه ها و شف فلزات و بریلیان ها بیرون بکشد. با این همه عف کنید این پیر ناچیز را که به سختی به چشم میآید، اگر جسارت می کنم و برخی ایده های شما را که مربوط به ماهیت طبیعت می شوند رد می کنم. پدرگراسیم من را با خبر کرد که گویا شما اثری تعلیف کرده اید و در آن ایده هایی نچندان استوار در باره انسان ها و موقعیت نخستین آنها در عهد دقیانوس و چه می دانم پیش از آن شهر کرده اید. شما در این اثر فرموده اید که انسان از نسل میمون و امتر و اورانگوتان پدید آمده است. این مرد را می بخشید. اما من با شما درباره این نکته مهم موافق نیستم و میتوانم در اینجا مکسی کنم و ادامه دهم که اگر انسان این حکمران جهان و اشرف مخلوقات از میمون جاهل و احمق پدید می آمد می هم دم می داشت و هم صدایی نکره. اگر ما از میمون پدید می آمدیم ما را کولی ها در شهرها برای نمایش میگرداندند و ما برای نمایش یک دیگر رقصان و به فرمان کولی ها یا در پشت میده های پول هم پرداخت میکردیم آیا ما سراسر پوشیده از پشمیم؟ آیا ما جامعه به تن نمی کنیم که میمون از آن محروم است؟ آیا ما از دیگران متنفر نمی بودیم و به چشم حقارت در اون نمی اگر کسی حتی قدری بوی میمون میداد؟ میمونی که ما به کرات او را در آغوش اشراف میبینیم. اگر اجداد ما از میمون پدید آمده بودند، آنها را در آرامگاه به خاک میسپردند؟ مثلا جد من اموروسی که در زمان هونها و سلطنت حاکم لهستانی یواخیم شستاکام زندگی میکرد و هنوز یادداشتهایش در مورد آب و هوای معتدل آن زمان و استعمار بیش از حد نوشیدنی های داغ پیش برادرم ایوان نگهداری میشوند؟ تازه آباد هم یعنی کشیش کاتولیک ها مرا عفو کنید از اینکه در کار منطقی و علمی تان دخالت می کنم و وحشیانه شما را مجبور به قبول ایده های بدقباره خود می کنم ایده هایی که نه در سر یک دانشمند یا یک فرد متمدن بلکه به احتمال زیاد در شکمش جریان دارند. نمیتوانم خاموش باشم و از تحملم خارج از وقتی میبینم دانشمندان اندیشه های نادرست از سر میگذرانند و خلاصه اینکه که نمیتوانم مخالفتم را به شما نشان ندهم. پدر گراسیم به من گفتند که شما درباره ما به خطا میاندیشید. مقصودم کره ماهی است که جای خورشید را در ساعات ظلمات پر می کند. وقتی که مردم در خواب ناز هستند و شما در تاریکی مشغول رساندن برق از جایی به جای دیگر هستید و خیال بافی می کنید. به این پیرمرد به خاطر اینکه که احمقانه می نویسد نخندید. شما می نویسید که در ما یعنی کره ما انسانها و توایفی زندگی می کند. این هرگز امکان ندارد. چون اگر مردم در ما می زیستند، آن وقت جلو نور سهرامیز و موجز آسای آن را با بیش و خانه هاشان می گرفتند. تازه، مردم بدون باران نمی توانند زندگی کنند. و باران هم به سوی زمین فرود می آید. نه بالا به سمت ما. تازه مردمی که در ماه به سر می بردند، از بالا به پایین می افتادند و کسافت و گنداب هم از ماه پر جمعیت به سوی ما می ریخت. اصلا مردم می توانند در ماه زندگی کنند وقتی که ماه فقط شبها وجود دارد و روزها ناپدید می شود؟ بعدش دولتها دولت نمی زندگی کردن در ماه را قبول کنند چرا که به دلیل مسافت زیاد ما و قابل دسترس نبودنش مردم می توانند به راحتی از وظایفشان سر باز زنند و آنجا پنهان شوند شما قدری اشتباه کرده اید شما در اثر آلمانه خود همان گونه که پدر به من گفت آورده اید که گویا در از این ترین منبع نور یعنی در خورشید لکه سیاهی وجود دارد این امکان ندارد چون هرگز امکان ندارد. چگونه شما توانسته در خورشید لکه ببینید در حالی که با چشم غیر مسلح به خورشید نمی توان نظر کرد؟ اصلا برای چه روی خورشید لکه هایی باشد؟ در حالی که بدون آنها هم می سر کرد؟ تازه از کدام جسم تر این لکه ها به جا که تا به حال خشک نشدند؟ شاید از نظر شما در خورشید ماهی هم یافت می شود؟ ببخشید مرا، این مرد مارسفت را که چنین جاهرانه سخنان نیشدار بر زبانش جاری است. میدانید من ارادت خاصی به علم دارم. سروت در این صده نوزدهم برای من هیچ ارزشی ندارد. دانش با بالهای شکومندش که به سوی آینده در پرواز است، ارزش پول را نزد من تیره و تار کرده است. باور کنید، هر کشفی مثل میخیست است که بر ستون مهرهایم کوبیده می شود. اگرچه نادانم، و ملاکی از اعیان قدیم با این همه این پیر به درد نخور مشغول کسب علم و اکتشافاتی است که به دست خود آنها را خلق کرده است و سر یاوه بافش آکنده از این چیز هاست. همین کله متلاطم را میگویند که لبریز از اندیشه ها و دانسته هاست. ها مادر طبیعت همانا کتاب است که باید آن را خواند و فهمید. من با همین عقل خودم اختراعات زیادی داشتم که هنوز هم حتی یک نفر از آنها خبر ندارد. بدون فضل فروشی بگویم که در ارتباط با علمی که با تلاش و زحمت به دست می آید چندان هم کم مایه نیستم و نیستم مثل کسانی که غرق ثروت و مقام و خانه شش اشکوبه و غلامان و زنگهای برقی والدین خود یعنی پدر و مادر یا کفیلان خود هستند و تباه می شود. این چیزی است که عقل ناقص من کشف کرده است. من کشف کردم که خورشید عظیم و آتشین مشعشع ما در روز اول ما صبح زود تماشایی و کشمنظر با نورهای متنوع و مختلف خود بازی می کند و با سوسو سو زدن عجیب تأثیر شگرفی بر جا می کشف دیگر این که چرا در زمستان روز کوتاه و شب دراز است و در تابستان برعکس روز در زمستان برای این کوتاه است که مثل دیگر پدیده های مرئی و نامرئی از سرما منقبض می شود و دیگر به این دلیل که خورشید زود غروب می کند و شب بر اثر تابش چراغا و فانوسا دراز است چرا که گرم و منبسد می شود بعدم اینکه من کشف کردم سگها در بهار علف می خورند ای می شا. و این میشها و اینکه قهوه برای آنها که فشار خون دارند مزر است چرا که باعث سرگیجه می شود و چشمهای آدم سیاهی می رود و امثال اینها من کشفیات زیاد دیگری هم انجام دادم اگرچه نه مدرکی دارم و نه شاهدی تو را به خدا همسایه عزیز پیش ما تشریف بیاورید تا با همدیگر کشفی بکنیم با ادبیات مشغول بشویم و شما این بنده حقیر را با چیزهای مختلف آشنا بکنید چندی پیش به نقل از یک دانشمند فرانسوی خواندم صورت انسان چندان هم که دانشمندان فکر می کنند شبیه صورت شیر نیست میتوانیم توانیم راجع به همین موضوع صحبت کنیم و بر ما منت بگذارید و تشریف بیاورید مثلا همین فردا بیایید. ما الان غذاهای بیگوشت و روغن میخوریم اما برای شما خوراک ساده ای تدارک میبینیم. دخترم ناتاشا از شما خواهش دارد که با خودتان کتابهای خوبی هم بیاورید. او دختری آزادمنش است و در خانه به جز او همه احمق و کدن هستند. میتوانم بگویم که جوانهای این دوره و زمانه فرصت دانستن را به خود میدهند. خدا پشت و پناهشان. برادرم ایوان بعد از یک هفته به من سری خواهد زد. آدم خوبی است اما بین خودمان باشد که از علم و دانش و اینجور حرفا خوشش نمی آید. این نامه را تروفیم خدمتکار من باید سر ساعت هشت شب به دستتان برساند. اگر آن را دیر رساند سیلی محکمی به او بزنید. آنم به شیوه پروفسورها با این نسل ابدا نباید تعارف کرد. اگر تأخیر کند معلوم است که به میخانه رفته است. رسم رفت آمد با همسایه ها را که ما از خودمان در نیاورده ایم. با ما هم این رسم از بین نمی رود. به همین خاطر تشریف بیاورید آن هم با کتاب ها و وسایلی که خودتان می دانید. اگر شرمسار روی شما نمی بودم و جسارت می داشتم خودم پیش شما می آمدم. از اینکه آرامش شما را به هم زدم حقیر را ببخشید. ارادتمند شما افسر نجیبزاده و بازنشسته توپخانه ارتش دون همسایه شما با سیلیسیمی بولاتوف 1880